آنچه در مورد سارا سرور نمی دانستید. زندگی نامه سارا سرور. لطفاً با چینل گلب میدیا ما را همراهی کنید و لطفاً قبل از هر چیزی چینل گلب میدیا را سابسکرایب کنید. با ما باشید. سارا سرور دختر خانوم هنگامه. بدون شک میتوان گفت آهنگ ای عشق سارا سرور یکی از عاشقانه ترین و زیباترین آهنگ هایی است که با پیانو خوانده شده است. این آهنگ با صدای زیبای سارا سرور باعث شد که سارا در مدتی کم علاقه‌مندان زیادی پیدا کند. سارا سرور این آهنگ را در برنامه پیپسی ساز و سرود طلوع با زیبایی تمام اجرا کرد. پیش از این کسی سارا سرور را نمی شناخت. سارا دختر بانوی آوازخوان کشور هنگام است. کسی که مردم افغانستان سالها با آهنگهایش زندگی کردند. آهنگ ای عشق آهنگی بود که سارا 4 سال پیش به زبان انگلیسی با پیانو خواند. پدرش این آهنگ را به زبان فارسی ترجمه کرد. همین شد که اولین آهنگ سارا به زبان فارسی منتشر شد. سارا سرور در تورنتوی کانادا زندگی میکند. وای در کانادا دانشگاه را به اتمام رسانده. او میخواهد در آینده با غیر از اینکه آوازخوانی هم میکنه با عنوان معلم در مکاتب کانادا کار کند. او فعلا هم استاد کودکان خردسال هست. سارا سرور از کودکی به طور مسلکی نواختن پیانو را آموزش دیده است. وای به صورت حرفه‌ای پیانو می نوازد. پیش از این هم آهنگ‌های انگلیسی زیادی خوانده است. آوازخوان مورد علاقه‌اش سیتا قاسمی است و همیشه در خانه آهنگ‌های سیتا قاسمی را گوش می‌کند و زمزمه می‌کند. سارا یک برادر دارد که 10 سال از او کلانتر است. مادرش تنها کسی بوده که سارا را به موسیقی و آوازخوانی تشویق کرده است. سارا سرور فعلا مجرد است و ازدواج نکرده است. سارا با علاقه‌مندانش مژده می‌دهد که منتظر زیباترین آهنگ‌ها از وی باشد. بیننده‌های عزیز، سپاس از اینکه ویدیوی امروزی چینل گلب میدیا را تماشا کردین. شما عزیزان می‌توانید نظریات نیکتان را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید و صفحه فیسبوک ما را هم لایک کنید. وقت شما عزیزان خوب و خوش باشد. تا درودهای دیگر، بدرود.